سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و همه چیز عالی باشه. امشب یه بار دیگه من اومدم به شهر رشت و میخوام یکی از معروفترین میدونهای شهر رشت رو به شما نشون بدم و یه سری توضیحات رو در مورد اینجا بهتون بدم. احتمالا تا الان متوجه شدید که اینجا میدون شهرداری رشت هست و اگر خاطرتون باشه حدودا 2 ماه قبل من دوباره به رشت اومده بودم و یه ویدیو در مورد اینجا براتون گذاشته بودم، یه سری توضیحات رو دادم. اما امشب هم تصمیم گرفتم یک بار دیگه توی این تعطیلات به اینجا بیام و از اینجا فیلم برداری کنم و یه سری توضیحات دیگه رو بهتون بدم. ببینید، میدون شهرداری رشت تو اوایل سلطنتی رضاشاه، یعنی حدوداً سال 1304 تا 1320 احداث میشه و مجموعه اون که شامل کاخ شهرداری، موزه پست و ساختمان قدیمی هتل ایرانه در اینجا قرار میگیره. ساختمان شهرداری و برج ساعت اون نماد شهر رشت حساب میشه. البته این بنا هنگام وقوع زلزله عجیب و غریب منجیل تو سال 1369 آسیب می‌بینه، اما چند وقت بعد توسط روبرت باهانیان به صورت سابق مرمت میشه. همونجور که اسمش روشه، شهرداری رشت اینجا یک عمارت بسیار زیبایی هستش که یک ساختمان سفیده و به کاخ شهرداری تو شهر رشت معروفه که یکی از جاذبه‌های اصلی این منطقه هم دقیقا همین میدون شهرداری و کاخ شهرداریه که الان چیزی حدود 90 سال از قدمت این ساختمان میگذره و همچنان این بنا تونسته زیبایی خودش رو مثل روز اول حفظ کنه. برای خود بچه های رشت که حالا هر روز از کنار این عمارت زیبا میگذرن، شاید کاملا براشون دیگه عادی شده، اما مثلا برای خود بنده که حالا بعد از 2 ماه دوباره به رشت اومدم، برای من همچنان تازگی داره و واقعا لذت میبرم زمانی که به خود میدون شهرداری میام و این ساختمان‌های قدیمی و تاریخ توی این منطقه رو میبینم. جالبه بدونید که کاخ شهرداری رشت تو 26 آذر سال 1356 جزو ثبت آثار ملی میشه و این بنا همونطور که بهتون گفتم تو زلزله رودبار و منجیل تو سال 69 آسیب میبینه و دچار ترک‌هایی میشه که البته بعداً بازسازی میشه و همونطور که بهتون گفتم نماد شهر رشت همین عمارت شهرداری هستش که یکی از جاذبه‌های اصلی اینجا هم به حساب میاد. البته بذارید تاریخ کوتاه هم در مورد اینجا بهتون بگم. ببینید، تو دوره مشروطه رشت به سمت نو شدن قدم برمی‌داره و با تصویب قانون بلدیه تو سال 1286 رشت جزء اولین بلدیه‌ها به شمار می‌رفته و بنای کاخ تو همون سال به دستور میرزا خلیلزاده و اداره بلدیه رشت تو غرب میدون شهرداری در دستور ساخت قرار می‌گیره، اما بلافاصله ساخته نشد. زمین کاخ قبل از ساخت یک تپه بوده که قبر یک سید تو اون تپه بود. بعد از ساخت بنا قبر سید تخریب میشه و به تبع برخی ساختمان‌هایی که تو مسیر نقشه ساخت عمارت بودند هم تخریب میشن. این اتفاق باعث میشه که مردم رشت خوششون نیاد و کلن براشون قابل هضم نبود و منجر به یه سری اعتراض ها میشه، یعنی شکل گیری یه سری اعتراض ها میشه که باعث میشه حاکم رشت عوض بشه و جایگزین شخصی به اسم فضل‌الله زاهدی بشه و انتقال قبر به محوطه ساختمون هم کاری میکنه که دیگه اعتراض مردم فروکش کنه. حالا به گذشته از این مسائل، کلن کاخ شهرداری رشت در اصل مجموعی از ساختمان‌های عمومی مثل موزه پست و هتل ایرانه که اونها هم معماری ویژه و بسیار زیبایی دارن و معروف شدن در کل همه اینا به مجموعه میدون شهرداری رشت. یعنی زمانی که ما میگیم میدون شهرداری، داریم تمام این حالا موزه پست، هتل ایران و خود کاخ شهرداری رو به عنوان نماد شهر رشت حساب میکنیم و نام میبریم. حالا بذارید زاید در مورد هتل ایران هم صحبت کنیم. همونجور که داریم قدم میزنیم، ببینید هتل ایران هم مربوط میشه به دوره پهلوی و تو تاریخ 25 اسفند 79 این هتل به عنوان یکی از آثار ملی ایران هم به ثبت میرسه. البته امروز، یعنی امروزه دیگه این هتل از دیدنی های شهر رشت حساب میشه و
میزبان مراسم‌های فرهنگی شهر رشت هستش. این هتل با زیربنای 1800 متر مربع با بقیه ساختمان‌های اداری پیرامون خودش مثل ساختمان شهرداری و ساختمان پست مجموعه تاریخی میدان مرکز رشت رو می‌سازن. یعنی همونطور که بهتون گفتم تمام این مجموعه رو ما بهش میگیم میدان شهرداری. خب یه سری توضیحات بود که من خواستم حالا در مورد میدان شهرداری بهتون بدم. نمیخوام زیاد صحبت کنم و با من حتما همراه باشین چون قراره واقعا ویدیوی قشنگی رو ببینید. جمعیت هم بسیار زیاد هست، بسیار انرژی زنده‌ای داره و جالبه من با اینکه دفعه دومم هست اومدم به اینجا فکر میکردم دیگه برام تازگی نداشته باشه، اما وقتی این جمعیت و این شور و شوق رو میبینم اینجا و این زنده بودن رو میبینم واقعا لذت میبرم و واقعا خوشحالم که الان امشب اینجا هستم و دارم این ویدیو رو برای شما میگیرم. و اگر از این ویدیو حالا خوشتون اومد حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید که ویدیوهای بعدی منو از دست ندید. اگرم نظری دارید در مورد حالا جای خاصی و یا لوکیشن خاصی که دوست دارید براتون فیلم برداری بشه حتما توی کامنت ها بنویسید که برای ویدیوهای بعدی ازش استفاده کنم. دیگه بیشتر از این چیزی نمیگم، بریم که یک شب خوب در کنار همدیگه داشته باشیم. Yeah.
Hadi. 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 Had
Thank you.
Вовали.